زندگی خوش دی پک نیم کلا شدی خوش خوش هم نی اکو ازاری کاری کلا پک نیم کلا شدی جان مجورت نی ما بالاخره رسیدیم در کوتل بکک مرز مشترک بین ولایت بامیان و ولایت غور بیننده های تلویزیون بامیان سلام. باز هم به برنامه سفر به زارستان با من ساقه اکرمی خوش آمدین. ما این بار باز هم آمدیم به ولسوالی لعل و سرجنگل، اما از راه متفاوت. ما آمدیم از مرکز بامیان در ولسوالی کولنگ و از ولسوالی کولنگ از دره زارین و همچنان از طریق کوتل بکک میخواییم بریم منطقه سرجنگل معرفی بکنیم. در برنامه قبلی ما لال معرفی کرده بودیم، گرما معرفی کرده بودیم، اما در این سفر، سفر ما متفاوت است. به دلیل متفاوت است که ما میخواییم جاهایی که تا هنوز ندیدیم به معرفی بکریم و دیگه ای که در این سفر تصمیم داریم که زارستان ارزیابی بکنیم و همچنان در این سفر معلم صاحب رحمان از ولسوالی شیخلی امروی خدا آوردیم، خلیفه امید است و همچنان فیلمبردار و ایدیتور ما خدا رحم غلامی است. ما میخواییم که زارستان ارزیابی بکنیم که چرا زارستان خشک است، چرا درخت نمیشه، چرا درخت سیب نمیشه، و ما یک کمپاین رو اندازه کردیم که از این طریق کمپاین میخواییم که این مناطق سرسبز بسازیم با درخت های مسمر. و به مخاطر معلم صاحب رحمان رو ما آوردیم که در این سفر ارزیابی بکنه و در آخر برنامه با شما دیدگاه معلم صاحب رحمان میشنیم که آیا مناطق زارستان میشه میوه های مسمر، درخت های مسمر یا نه. و ما فعلا رسیدیم در منطقه بکک که در این منطقه بکک مربوط ولسوالی یکاولنگ است و همچنان پیشروی ما که میریم کوتل بکک است و همیتون ما این را ندیدیم که بعد از باریم کدام قریه است و در قریه های بعدی تلاش میکنیم که از زارستان نقطه به نقطه معرفی بکنیم. پس برنامه ما رو تعقیب بکنین و از این سفر لذت ببرین. Thank you.
ما بالاخره رسیدیم در کوتل بکک، مرز مشترک بین ولایت بامیان و ولایت غور، یا ای بگم که مرز مشترک بین ولسوالی کاولنگ و همچنان ولسوالی لال و سرجنگل، که ما حالا میریم به طرف دره سرجنگل. اما واقع دیگه بیست که هوا بسیار سرده، ما با وجود که کرتین زمستانی پوشیدم و آمادگی گرفتم، با هم هوا خیلی سرد است. میبینیم که کوه ها خشک است، به نوی دیگه ایزوم و علف و اینا که مردم خود جمع کرده اینا آمادگی زمستان گرفته. و یکی از جالبترین موضوعات یه که در فصل زمستان این کوتل بند میشه به خاطر باریدن برف زیاد و همچنان باریدن باران، برف کوچ داره به نوی بند میشه و کسایی که مریض داره، کسایی که مسافرت داره، خیلی وقتا در این کوتل بند میمونه، با مشکل برمیخوره. و حتی بعضی مواقع شده که بعضی از باشنده های ولایت غور یا ولسوالی لال سرجنگل در این کوتل جانهای شیرینشون به خاطر سردی هوا و رابندان دست داده. امیدواریم که روزی این راه ها پخته شوه، اساسی کار شوه، که ما شاید از بین رفتن هموطنان خود به خاطر رابندان و سردی هوا نباشیم. دیگه می تونیم بریم به طرف دره سرجنگل با آهنگای ازارگی. امیدواریم که از این سفر با ما یک جا لذت ببرین. خب بیننده های عزیز، ما بعد از 4 ساعت سفر از مرکز بامیان رسیدیم در منطقه سرجنگل. اینجا نمیفهمم که نام از قریه چی هست و مردم مصروف چی کار هست. خواستیم که در مورد از قریه و قریه بالا که ما آمدیم یک معلومات پیدا بکنیم و بعدم بازم میریم به طرف بازار سرجنگل. اینجا یکی از باشنده های محله پیدا کردیم، با اینا صحبت میکنیم. کاکا سلام، مانده نباشه. مانده نباشه، خود برادر خوش آمدی. تشکر. اول میشه که معرفی بکنی نام چیه و نام از قریه چی هست؟ نام خودم حسین داد ابراهیمی، نام از قریه تنگک دره. تنگک دره، بسیار خوب. چرا تنگک دره میگه؟ یه از خاطر یعنی می دره، یعنی میبینی اونجور که بری یک دره تنگ است، از خاطر امروز دره ای تنگک دره نام نیاده. خب بسیار خوب، بسیار خوب. بشه که در مورد قریه برای ما معلومات بده که این قریه مربوط ولایت غور میشه، مربوط ولایت بامیان میشه و در اینجا چند خانه زندگی میکنه؟ این قریه مربوط ولسوالی لال سرجنگل، مربوط ولایت غوره، نه مربوط ولایت بامیان. در این قریه خورد ما 5 خانه 5 دود زندگی میکنیم، که در هر دود در یک خانه 3 فامیل 4 فامیل یک جایی زندگی میکنیم. خب یعنی در مجموع 20 خانوار هستیم. 20 خانوار هستیم. بسیار خوب. چند ساله باشی کاکا؟ من در حدودی 57 سال. نام خدا. یعنی هنوزم جوان هستی؟ نه جوان نیستم، پیر شدم. میدونی؟ بسیار خوب. میشه که خب امی 4 طرف قریه رو به ما معرفی بکنیم. شرق شی کدام طرفه؟ غرب شی کدام طرفه؟ جنوب شی کدام طرفه؟ شرق شی خوججوش، قریه خوججوش که بالاتر تر شدی و قریه به نام خوججوش. بدر خانه کله بود؟ او زیاد فامیل، او 100 فامیل است. دیگه
غرب شه قریه دایمیرداده که باز از این قریه تشتی قریه دایمیرداد میه. خب خب مرادر شمال چه هسته شخصنگا چه جنوب چه هسته شخصنگا و دانشورقل این قریه بنام دانشورقل و قریه بنام شخصنگا. خب در اونجا چند خانه یه؟ دازو هم در حدود یک در پانزه هسته دازو حدود یک پینجا خانه زندگی میکنه. اینجا بدرک زیاده؟ ها اینجا زیاده. دیگه شمال ازی دیگه قریه نیسته یا کویه. اما تنگک دره یه؟ هم تنگک دره یه میره فقط در مازی اگر شیوه یا کولنگ رفته شی فقط در هم مرز هستیم و با نایتاق. خب خب این دره در اینجا چی میشه در خودش دره؟ در این دره دیگه کوه است دیگه اوتر یک ذره علف ملف چر است که از خاطر مواشی مباری مورد میکو دیگه کشتینده و قابل زراعت و چیزا نیست. مگم آب دره خب؟ آب زیاد دره. در بهار بفیم دره خوب سرسبز دره؟ بسیار خوب دره در بهار برادر مرغ های وحشی خوب خوب داره، آهو داره. آره از این قبیله هر چیز بگی داره. میشه در مورد مرغ های وحشی نام میگیدون چی داره؟ از حیوانات وحشی چی داره ای داره؟ و حیوانات وحشی برادر همی آهو داره، دیگه برادر گرگ داره، دیگه روبا داره، یک حیوان دیگه بنامی تورغو از او زیادتر داره، دیگه حیوانات وحشی پیدا نمیشه. اصلا مرغ زیاد هر رقم مرغ باز برادری تو رو دارم یک رقم زاغای کلان کلان است مو قجیر میگیم. بسیار کلان کلانه او قجیر ها گونده فو بزغله و مرغش رو نمو بره؟ هر چیز گوسپند مسپند بزنه و نباشه چوپان مو بره. خب شما متضرر میشن دیگه؟ ها ما متضرر میشن دیگه. باز مردم چطوره شکار نمیکنه؟ مردم والا مردم ما نه قدر به شکار شوق نداره، علاقه نداره، از خاطری که برادر تردار مامو از دیستی کار در بهار سال امون قدر خالی نیه که یک روز امی کار خیله کنه برد شکار. یک مانه از این کاره و مانه دیگه شی برادر تردارم دیگه کدام چیزم نداره، نه اسلحه نه دیگه دیست خالی که شکار نمیشه. اسلحه های از این مردم فکر میکنم دولت لشم جمع کرد؟ لشم دولت برد برادر تردارم دیگه ام یک اما یک دانه چرایی نداریم. هم چرایی هایی که مردم هایی ما مردم قربان زیاد دیدیم که همی هر نفر که همی بیگرده یک دانه چرایی در دوشی یک دانه مرغه اگر تب از سر برخ میزنه تا مرد. فکرم کار خوب هم نیه. اما او کار خوب نیست، کار درست نیه. ما بسته این برادر در دره قربان یرین میره ما توی چیز میدیم در دره قربان همیزی از پول مرتک فقط تا سر کتلشی بره اگر تو یک دانه پرنده دیدی این دیگه در قولی از مو فضل خدا مملوس پرینده بایوان ها در پرینده های پرینده های همی آدم که روز کار خسته شد می چاش روز یک ساعت که می زیر درخت استراحت کنه این همی صدای گنجیش در پرینده های این همی خود چیه؟ خود چیه؟ لذت بخشه لذت بخشه بنا همی خستگی رفت میشه رفت میشه خب بیننده های عزیز در هزارستان که بیاییم در اینجا دوش و دوش مرد ها زن ها مصرف کار است، مصرف کارهای دیقانی است، مصرف تیل و نیاد است، مصرف خامکدوزی صنایع دستی است. با یکی از خانم های منطقه صحبت میکنیم که اینا در اینجا مصرف چی کار است؟ مادر سلام. خوب هستین؟ خوبی. من میگنم سیب. نام شما چیه؟ اورا. اورا. بسیار خوب. چند ساله باشین؟ 50 و قریب هستیم. بسیار خوب. در اینجا مصرف چی کاره؟ اینجا مال مشغول خانه. دیگه این چیز کارهای خانه. خب خب خب.
کامل مصروف کارهای خانه هستیم. هر کارهای خانه. دیگه و نوی مواد سوختم تایه میکنید مثل چلمه و اینا. چلمه و نان پختک و دیک و دیگه این کارهای. در کارهای زراعتی مصروف چه کارین در بهار و تابستان؟ بار زراعتی مشونگ بکن، گندم بکن. دیگه آنی زیرا بچن، دایمه در کو برو بچن. این کارهای. خب، سیار خوب. چطور از زندگی چه خوش هستی؟ از زندگی خوش دی پک نیم کلا شدی اکو خوش خوش هم نی اکو از داری کاری کلا پک نیم کلا شدی جان ما جوارد نی بچه این تر دست کاری کلو خب بسیار خوب چند اولاد داره؟ اولاد اک ششاف داره چند باچه چند دختر؟ پنج باچه یک سی دختر اش دانه اش دانه ماشالله. چند از اینار مکتب روان میکنه؟ یک دانش مکتب مره دیگه ایش نماره با او باچه دختر کمره؟ ای او دختره ماشاءالله دختره است ای بس که چاره کن تر خوانده اونو کم میخوان در قصیش نشد یعنی آتشی آتش پیش هشمو یا لون تر موگه خب گناز آتشه اره اره ای دختر سنف چند مکتبه؟ سنف دوزدار چیز کده نیم سال فارق شده این در کنکورو کدی رفتاری خب دانشگاه بشو میخونه؟ بامیو او ماشاءالله ماشاءالله اره بامیو خب بسیار خوب دیگه دختر خوی معایت میکنه؟ دختر ایره دیالی که کور رفته خود مدید آزابم این دختر دیگه تو بچه های کار میکنه؟ این بچه ها کار میکنه یا بچه های چی نیست دختر نیه فرق این بچه ها و دختر هسته؟ دختر در خانه باش خوبتره منوی در هزارستان یا مناطق ها که بایی دخترها بیشتر با مادر کار میکنه و بچه ها بیشتر با پدر اره اره این دختر خوبتر است کلو دختر خوبتر خب سینی بس که چه هست کارش قدر دختر نیه در اینجا از صنایع دستی اینجا چی رواج است مثل نمد برق اینجا برق رواج ما بافا نمد رواج دیگه یعنی پلاس گیلم اکو اره اره دیگه این ترا رواج است خب خودون شما کلمه ایش ریاد دارین؟ ای خود من دیگه اون تر چیز نمی کنیم نیماد میماد اگه کنی دیگه اون تر براگید نمی کنیم تنی خام استیم خب نماد اینا رو جرمی فقط در خانه خودو چی میکنیم؟ در خانه خودون خو اگه سودا شدم سودا میکنی خودون شما مکتب رو نخوندین؟ نه مکتب نخوندی خب ایچ؟ نه ایچ نخوندی در این منطقه مکتب هسته نه؟ هست داره مکتب تنها بچگانه یا دخترانه مسته؟ هم بچگانه هم دخترانه جدا یا مختلطه؟ ده؟ جدایه خب بسیار جدایه. خب تشکر جهان سپاس خب بیننده های عزیز جالب است که در دیگه قریه ها باره بیشتر بچه ها مصروف درس و تحصیل هم در این خانواده بچه ها کار میکنه و یک از دخترهای خود حمایت کرده و این فلان دانشگاه میخوانم امیدواریم که در نقاط مختلف افغانستان این قسم خانواده ها فرق بین پسر و دختر قائل نباشه و حمایت بکنه اینا و درسشان ادامه بیته دیگه تشکر و همیتا میریم ببینیم که در این منطقه اطفال ها دختر ها مصرف چی کار است خب بیننده های عزیز در هزارستان که بیایید در قریه هزارستان در کنار مردها زنها و خصوصا اطفال ها مصروف کار است بعضیشان مکتب میره بعضیشان به خاطر فقر و به خاطر کارهای زیاد مکتب رفته نمیتونه و ما در اینجا آمدیم که یک طفل در حال چوپانی است چون ساعت است یعنی ده کم یک و این مالای خود خواب داده در زیر سایه درخت میریم با اینا صحبت میکنیم که مکتب میره نمیره چند ساله هست تعقیب بکنن
سلام. چطور هستی؟ خوبی؟ جان تجاره؟ بش بش دم جای خوبشی نخست. آردم همیز قسم میکنم بش قرار بشه. بش آردم چهار تخته میشنیم. ای خدای. خب نام دو چه؟ بومان. بومان ماشاءالله بومان بومان. چه میکنی مصروف چه کاره؟ مصروف مول. مول؟ چوپوی؟ ره. آفرین آفرین. چند ساله ای گفتی؟ یک 12 ساله هستی؟ خب تو امروز نوبت مال یا چوپوی؟ چوپوی. خب امسال مکمل چوپو بده. چند نام مال اوش میکنه؟ یک سیر برگوش میکنه پس مول. خب پیش از برگوش میکنه؟ چند نام بارا پیش تو بود؟ خیلی بود. صد نام؟ دو صد نام؟ صد نام بود. خب صد نام. باز توی را شوانه هر شو حساب میکنه یا نه؟ نه. اگه اون دونه چه از پیش تو کدام مو برد؟ چرا کم یا گرگ میخورد؟ نه میخورد. یا گرگ نداره در بار؟ نه. چه وقت گرگ داره؟ ترمای سال. ترمای سال؟ زمستان؟ بره. خواه بسیار خوب. بومانالی در کجا مو بریم الاره؟ نیچ. او نام کار یا داری چه؟ سره. سره و دیگه؟ دیگه تلخکتو. تلخکتو دیگه؟ دیگه چینی. خواه خواه. آفرین. آفرین بچه را. مکتب ماری؟ نه. چرا؟ هیچ نرفتی؟ نه. هیچ؟ نه. اما زوال نرفتی؟ نه. خواه چند سال میشه چاپنی میکنه؟ یک سه چهار سال میشه. خواه تنهای خواستی در که یک سمسته؟ دیگه هم هسته. ما که دم رزه بودم نه در چاپنی تر شعر میخوندم تر شعر بلد بودم. تو چطور در بایتیاد داری؟ چی یاد داری؟ هیچ. راستی طوله تو کجا؟ نیه. طوله نداری؟ نه. خو دیگه دفعه که ما دومد طوله دوست داری بیارم؟ ره. دیگه دفعه تو مگه تو لاز بامیان میارم مگه مادم خو؟ خانه تو کجا؟ خانه اینج. نزدیکه؟ بله. خب با چه کسی؟ چه سین تو؟ خب ما دیگه دفعه دلده تو یک دونه چی میارم خب؟ یک طوله. اگر از این رو مادم اگر نه مادم دیگه دیگه باز تو نگی که آقای اکرمی دروغ گفت خب؟ خب. دیگه دفعه مادم میارم. دیگه خب فرین بچه را. شما در مورد کار گفتین مردم زیاد مصروف کاره. مصروف چی کار است؟ مردم ما زیاد مصروف کاره. ما آشی داری زمیستان نه بخیر نه اقرب اکم روی در اختتام در قوس دیگه اینجا برف مفته. برف که افتد یعنی میبینی یعنی میعلاف هاین یعنی میرون ما بحار براده ایتر دارم اونو ما دو نفر کارگر دارم یعنی میقدر علاف جمع میکنه یک 40-50 دارم آشی که دارم ایره اگر ما بحار زحمت نکشم دیره جمع نکنم که زمیستو دیگه ما معاشی نگاه نمیتونم. باز معاشی را اگر نگاه نکنم ما از نگاهی سخت و همون قدر ندارم که سال دیگه باز ما سخت است کجا کنم. اونو مجبوره که برادای تو دارم اونو ادکانی از دور سال دیگه سخت خون کنم. ای از او خاطر. دیگه از زراعت پیشه ای زراعت هم به خاطری که برادای تو دارم زراعت مو زراعتی چیز نیه مدیر نشده که برادر تو دارم در صاحب و دولت آمده باشد توجه کرده باشد یا برادر مؤسسات خارجی آمده باشد قزمو همکاری کرده باشد که برادر تو دارم شما به این نو به این نو زراعت کنید ولی زمین مقابل هر رقم زر است خودون مو نمیفهمیم زرش نمیفهمیم ولی اگه حاصل جور نمیده مقصد مقدار برادر جو گندم کشت میکنین اون گزاره خودون میشه دیگه یک زراعت نمیشه که مو یک جای در یک بازار ببری او رو عرضه کنی و از او باز برادر یک سرمایه دادیست بری نه اگر برای شما یک کسی پیدا شوه مثلا 200 دانه نهال بیاره شما بعد از خودون شما را پروریش و نگهداری میکنین؟ بله اونطور یک مؤسساتی باشد که بیا اینجا یک 200 دانه نهال برادری تو دارم
اینجا غرف کنه و همون طریقی برادری تو داریم نگهداری و آبیاری از اون رومون یاد بده که این رقم نگهداری این رقم ایر آب بدید امشالله مو دزو بارا حاضر استی باید مو زحمت بکشیم مو قدر زحمت میکشیم که از بهار زمستان در 12 ما مو شایطن هم یک شب خوابی دیگر روز شب روز از ما زحمت کنیم مصروف کاری چطور باز وضعیت اقتصادی مردم؟ وضعیت اقتصادی خیلی خوب نیه خوب دیگه نیه که برادر تر دارم نان باشد فدای مو هر رقم چیز باشد برادر یک نان خشک و یک چای هست دیگه اونمو فضل خدا از ما برادر زیاده دیگه چیز نیه کاکا جهان سپاس خواهش می‌کنم دیگه انشاءالله باز ما میاییم باز میاییم و بیننده های عزیز فقر و فقر سبب شده که خیلی از اطفال نتونه مکتب بره و اینا مجبور شوه که چوپانی بکنه و تا اینا مثل بمانلی و تا یک روز پای خود به دروازه مکتب نمانده و این واقعا یکی از مشکلات بسیار جدی و همچنان به نوعی کمکاری دولت است که باید اطفال هایی که از مکتب باز مانده اینا را به مکتب شامل بکنه و به نوع خانواده هایی که فقیر است با اینا هم کاری بکنه مثلا در اینجا آب داره اما در قسمت کشاورزی توجه نشده در قسمت برق توجه نشده دیگه امیدواریم که روز هموطنهای ما از فقر نجات یابه دیگه حال ما میریم به طرف بازار سرجنگل که چی قرار هست و تا چند ساعت دیگه میرسیم در اونج مردم مصروف چی کار است پس برنامه ما رو تعقیب بکنین تشکر از اینکه تا این لحظه برنامه ما رو تعقیب کردین ما دیگه نمیتون میریم و از آرستان قریه و قریه معرفی میکنیم امیدواریم که خوش ما بیایم اگر کدام انتقاد پیشنهاد نظر داشته باشین لطفا کامنت بکنین و ما در برنامه آینده به خانش میکنیم و ما نظر به کامنت ها و پیشنهاد های شما که پیشنهاد دادین که از نقاط مختلف از آرستان برنامه بسازین که ما آمدیم میسازیم دیگه شما مگر کلم قریه را کلم جای زیبای را در نظر دارین ما حتما از برنامه میسازیم تشکر